خب من اینجا نگاه بکنید، کلاس یوزرمون رو ساختم، هیچی داخلش نیست. یوزر من در اصل اینجا قرمز هست و هیچی داخلش نیست. الان اگر ما بیایم این فایرفاکس رو ببریم اینور نگاه بکنیم، اینجا پابلیک هیچی فعلا مشخص نیست، فقط این ستا رو ما چیکار کردیم؟ پیستش کردیم. حالا داخل کلاس یوزرمون چی می نویسیم؟ می نویسیم فعلا تگ PHP رو اونجا باز می کنیم. داخل این تگ PHP مون کلاس یوزرمون رو می سازیم. داخل این کلاس یوزرمون بالا میایم چیکار می کنیم؟ دیتابیسمون رو معرفی می کنیم. طوری که ما دیتابیس رو معرفی می کنیم، خب این required once یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که من بالا نوشتم. If it's going to need a database, then it's probably smart to require it before we start. یعنی اگر احتیاج به دیتابیس داشته باشه، حتما انقدر عاقل هستش که بخواد چیکار بکنه، ریکوایر بکنه این دیتابیس، فایل دیتابیس رو یه بار قبل از اینکه ما شروع بکنیم. یعنی اگر ما توی دیتابیسمون این فایل دیتابیسمون ساختیم، اینو ریکوایر کردیم یه بار، خب دیگه اینجا ریکوایر نمیکنه. ولی این چیز خوبی که این بالا بنویسید همیشه یادتون بمونه. و من کلاس یوزر رو داخل دیتابیس نمیذارم، چون بعدها میخوام از این دیتابیس خیلی کار دیگه بکنیم و نمیخوام طولانیش بکنم. خب داخل کلاس یوزرمون دو تا فانکشن من پیست کردم. فانکشن اولی چی میگه؟ میگه پابلیک استاتیک هست. ببین اگر استاتیک بود ما اینجوری ازش استفاده میکنیم و به جای این میگیم چی؟ this، اینجوری ازش استفاده کن. خب ولی چون این استاتیک هست، من اینا رو اندو میکنم. نگاه بکنید که اینجا ما استاتیک هست که میخوام بریم توی ایندکسمون ازش از فایلمون استاتیک به کار ببریم توی یوزرمون. حالا find all یعنی هر چی که توی دیتابیس هست پیدا بکن. return self یعنی خود از همین کلاس. find by SQL، find by SQL رو این پایین تعریف نکردیم هنوز، حالا من این پایین واسهتون تعریف میکنم. select all from users. یه دونه دیگه داریم به اسم public function find by ID که ID رو گذاشتیم صفر. حالا ID رو میخواید تعریف نکنید، ولی اگر اینجا تعریف نکنید بعد اینجا پایین بذارید صفر. ولی خب من اینجا چیکار کردم؟ تعریفش کردم که گذاشتمش رو صفر که اینجوری بهتره. بعد گفتیم که دیتابیس رو برای من گلوبال کن که ما کلاس دیتابیس رو بخوام ازش استفاده بکنیم. و result set رو از کلاس find by SQL بگیر. find by SQL هنوز ساخته نشده که این پایین میسازم. همه رو از کلاس user بگیر، جایی که ID مساویه ID که ما در آینده قرار خواهیم داد، و اونو لیمیتش کن به یک، یعنی فقط یه دونه به ما نشون بده. و found یه وریبلی که دیتابیس چکار میکنه؟ fetch array رو نشون میده. و آخر هم found رو return میکنه. این return خیلی مهمه که آخرش میخواییم نتیجه رو به ما برگردونه. اون find by SQL رو که هنوز نساختیم این پایین من مینویسم. مثلا public static function find by SQL. داخل این find by SQL یه SQL مینویسیم که اون رو مساوی هیچی قرار میدیم. همیشه سعی کنید وریبلاتون رو این مساوی یه چیزی رو قرار بدید داخلش، هر موقع این بالا پارامتراتون رو مینویسید. داخل این اینتر رو میزنیم میایم پایین. داخل این چی مینویسیم؟ مینویسیم global database، database رو بر من global کن. و result set رو مساوی قرار بده با database و از database چه فانکشنی استفاده بکن؟ query رو که توش SQL باشه. و سمیکالون آخرش قرار بده. حالا از result set استفاده نکردیم، میایم پایین میگیم return کن برای ما result set رو. و این تمام اون فانکشنی بودش که میخواستیم بسازیم. و این بالا کاری که میکنه میره چیه؟ از فانکشن MySQL self یعنی کلاس، برو تو کلاس یوزر. وقتی self رو دیدید برگردید به کلاس و از کلاس برگردید بیاد فانکشنتون رو با این دوتا چیز پیدا بکنید که بهتون گفتم scope resolution پیدا بکنید. و به جای این SQL که هیچی هست، حالا این select all رو همه رو بر میداره میندازه داخل این و SQL رو میندازه داخل query و query داخل دیتابیس هست، اون رو set میکنه با این. همیشه از دست راست بخونید و آخرم return میکنه. حالا ما برمیگردیم توی ایندکسمون این رو چکار میکنیم؟
استفاده میکنم ازش. یه اکو کردم این تگ H4 رو که یه خط دیگه بکشه پایین. این بالا چی رو ریکوار میکنم؟ ریکوارد وانس includes user و .php و سمیکالون آخرش میذاریم. یه پایین چی رو مینویسیم؟ مینویسیم found user رو، found user رو مساوی قرار بده با، حالا یه found user ما اینجا یه variable از استفاده کردیم ازش پیدا کردیم، مساوی قرار بده با user دو نقطه find by id و یه id یک رو بده داخلش. میخوام که مثلا id یکی که من گذاشته بودم رو پیدا بکنه. خب اگر instance درست کرده بودید اینا استاتیک نبود، خب اینا هیچ کدوم استاتیک نبود، چیکار میکردید؟ میومدید اینجا یه instance درست میکردید مثلا به اسم مثلا امیر، خب اون رو مساوی قرار میدید با new، مثلا اسم کلاسمون چیه؟ user. خب اینجوری. و بعد به جای این چیکار میکردید؟ یه از این امیر هم اینجا استفاده میکردید، این رو کپی میکردید و میوردید اینجا قرار میدادید. خب این هیچ اشکالی نداره، ولی من چرا بخوام بیام ازش اینستنس درست بکنم وقتی که میتونم استاتیک استفاده بکنم ازش؟ پس چیکار میکنم؟ این رو اینا رو همه رو استاتیک میکنم که بعد بخوام این پایین ازش استفاده بکنم. میام پایین میگم چیکار بکن؟ اکو بکن برای من فاند یوزر رو وقتی پیداش کردی. و چی رو اکو بکن برای من؟ یوزر نیمش رو اکو بکن. و بعد بیا پایین سیو میکنیم این رو، اول بذاریم نمایش بدیم ببینیم درسته یا نه. ریفرش میکنیم میبینید که عظیمی چون یوزر نیم من بود نشون میده. اینو میذارم روی دو، آیدی دو رو بگیره ببینیم چی بوده، میکنه امیر به ما نشون میده. حالا من این پایین میگم چی اکو بکن؟ اکو کن برای من یه HR تگ رو. و دوباره پایین یوزر ست رو که یه وریبلی که خودمون ساختیم مساوی قرار بده با یوزر دو نقطه فاین آل. میخوایم همه رو پیدا بکنیم. و فاین آل متدی بودش که تو یوزر ما تعریف کردیم، یا تو میاد دیگه این فاین آل، که این فاین آل همه رو میذاریم توی یوزر، این فانکشن رو گفتیم ازش استفاده بکن. شما هر چیزی میتونید داخلش بذارید و این فانکشن خیلی خوبیه، حتی بهتر از این دوتا، که چیکار بکنه؟ شما هر چیزی میتونید SQL بذارید داخلش اینجا و استفاده بکنید. و این ستا رو گذاشتم با هم دیگه بغل هم دیگه که بتونید ازش استفاده بکنید. میگیم تا جایی که while با هم دیگه کال کردیم قبلا توی SQL، تا جایی که user مساویه با user database و بعد داخلش fetch array به ما چیز بکن، پیدا بکن. قبلنا توی فانکشن بذارید من یه مثالی رو بیارم بالا، بذارید اول fetch array کامل بکنم. fetch array که کامل کردی user set داخلش بذار و داخل این while برای ما این کار رو بکن. حالا یا تو میاد قبلنا اینجوری بود، من اگر اون وبسایتی که ساختم بیارمش بالا، مثلا layout نه توی پابلیک بودیم، فکر میکنم توی مثلا edit admin نگاه بکنید، توی while که ما داشتیم اینجا username password table form این نبود، فکر میکنم manage admin بود که ما ساختیم با هم دیگه، این manage admin. نگاه بکنید while ما اینجوری بود، یادتون میاد یه variable درست میکردیم mysqli fetch sock و بعد admin set رو میذاشتیم. admin set چی بود؟ admin set find all admins یه فانکشنی بود. اینم همونه، نگاه بکنید user، ولی میریم از کلاس database fetch array. fetch array چی بود؟ fetch array توی کلاس database، بذارید من اینا رو یه مقدار کوچیک بکنم. fetch array از کلاس database میرفت چیکار میکرد؟ از چیز فانکشن fetch assoc استفاده میکرد. user set چی بود؟ اون فانکشنی بود که ما میخواستم ازش استفاده کنیم. حالا داخل while مینویسیم echo کن برای من user و append کن بهش user username رو و دوباره append کن یه br tag آخرش قرار بده و بعد دوباره مینویس pass یا حالا name و اون رو append کن user first name، یه br tag قرار بده آخرش، البته یه فاصله هم قرار بدیم و یه یوزر لاست نیم رو نشون بده. میخوام یوزر نیم و لاست نیم رو با یه فاصله نشون بده به هم دیگه. و
یه بیار تگ ما خرش قرار میدیم و حالا دوتا میگیم. و خب این از این سیو میکنیم اینجا، برمیگردیم اینجا ریفرش رو میزنیم، نگاه بکنید یوزر عظیمی، نیم امیر عظیمی، یوزر امیر، نیم امیر عظیمی. خب اینا تمام اون اطلاعاتی بودش که تو دیتابیس بودش، یعنی دو تا ما چیز داشتیم، فیلد داشتیم که پر بود، همه رو پیدا کرده. پس اینجوریه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. این وایل جای اون وایل بعدی، این یه وریبل جدیده، دیتابیس fetch array یا fetch assoc و بعد user set رو داخلش قرار میدیم. این هیچ فرقی با قبلی نداره، خیلی هم آسان‌تره، object oriented. اینجوری میتونید راحت خیلی راحت کار بکنید و پیدا بکنید. user این اسمای فیلدمونه، userمون اینجا، این نام سه تا فانکشنی که خیلی استفاده شدن. جلسه دیگه میریم کلاس بیشتر با هم دیگه کار بکنیم و instantiation ازش درست بکنیم، هنوز تموم نشده.